د ټاکنیزو شکایتونو د ثبتولو په لومړۍ ورځ څه باندې 15000 شکایتونه د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسیون ته ورسېدلي. د دغې کمیسیون ویاندې زرمینه کاکړ ویلي چې یوازې د عبدالله په مشره د ثبات هم پالنې ټاکنیزې ډلې شاوخوا 4000 شکایتونه ثبت کړي دي. میرمن کاکړ ویلي دي چې دغه شکایتونه به په راتلونکو 15 ورځو کې په شفافه توګه وڅېړل شي. په همدې حال کې د افغانستان د ټاکنو شکایتونو د ارزونې بهیر روڼوالی دغه هواد نړیوالو شریکانو ته هم د اهمیت وړ دی. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي غوښتي چې د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسیون باید د قانون پر اساس د ټاکنو اړوند هر شکایت وارزوي. بحث دا دی چې ټاکنیزو ډلو څومره شکایتونه ثبت کړي، څومره تمه لري چې ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسیون به دغه شکایتونه په جدي او رڼه توګه وڅېړي. د کابل نیوز درنو لیدونکو السلام علیکم، زه اسماعیل شاکر یم او تاسو د نن ځانګړی انتخاباتي بحث ګورئ. په نن کې د ولسمشریزو ټاکنو د لومړنیو پایلو په اړه د شکایتونو د ثبت پر لړۍ غږیږو چې پر موضوع به راسره درې قدرمن میلمانه بحث وکړي. د احمد ولي مسعود په مشرۍ د ملي وفاق ټاکنیزې ډلې غړی عبدالقادر فقیرزاده، د رحمت الله نبیل په مشرۍ د امنیت او عدالت ټاکنیزې ډلې غړی مطیع الله ابراهیم زی، او د ولسمشر غنی په مشرۍ د دولت جوړونې ټاکنیزې ډلې ویان محمد باقر کاظمي راسره د سکایپ له لارې ملګری دی. بحث څخه راغلی ټول ستړي مشئ، او که دا بحث هم له ښاغلي کاظمي څخه پیل کړو. کاظمي صاحب، ستړي مشئ، که راته ووایئ ستاسو ډلې تر دې دمه څومره شکایتونه ثبت کړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و خدمت حاضرین در بحث و همچنین بیننده های محترم شما سلام تقدیم میکنم. مطمئنا تمام تکت ها در جریان هستن. بحث شکایت های انتخابات وقتی که مطرح میشه، خیلی جالب است یک نکته را اجازه بدین اینگونه بگویم که مربن. تیم ثبات و همگرایی در مراحل اول در یک ساعت اولیه گویا که 4000 شکایت را درج کردن به کمیسیون شکایات انتخاباتی. خیلی جالب است که شما بر اساس تایم و زمان هم اگر در نظر بگیرید، از ساعت 8 صبح تا 4 بعد از ظهر چیز در حدود 8 ساعت میشه، و در این 8 ساعت هر ساعت تقسیم بر 60 دقیقه اگر بکنین، در هر ساعت اینا باید 480 شکایت را باید درج کرده باشن. خیلی جالب است که اینا فراتر از سرعت نور کار کردن. اما در بحث شکایت ها، ما هم شکایت های خود را بر اساس قانون، آن چیزی که بعد از روز اعلان نتایج ابتدایی و همگی یکسان تقسیم شد، حدود 72 ساعت وقت داده شد و 3 روز کاری، ما هم شکایت های خود را درج کردیم و شکایت های ما بالغ بر 3200 شکایت از 3200 محل انتخابات هست. خب پده شکایتونو که جدی شکایت چه ده کاظمی سبساسو در دلی؟ تمام شکایت ها معمولاً به یک سطح هست. بار بار در موارد مختلف در برنامه های مختلف ما را صحبت کردیم. نکته که جالب توجه هست ای است که شکایت هایی را که ما درج کردیم بیشتر ممانعت ها و مزاحمت هایی بوده که از طرف تکت ها و دسته های انتخاباتی به آدرس ما مطرح می شده. به طور مثال کسانی که زوردار بودند، کسانی که صاحب تفنگ بودند و در منطقه نفوذ داشتند، بیشترین موارد از این هست. و موارد دیگه که مشخص ما حداقل در همین یکی دو روز اخیر با او پرداختیم و بحث شکایت های ما هست، بحث 500 دیوایس یک مرحله است که حتی موادش به دفتر مرکزی و سرور مرکزی انتقال داده نشده بود. بر اساس ازمو ما یک سری شکایت ها را درج کردیم. یک مورد دیگر در مورد 1300 دیوایس هست که در دیتای مرکزی اینا هم دچار مشکل هستند. با توجه به نکاتی که من خدمت شما گفتم جناب آقای شاکر، ما شکایت های ما بیشتر مبتنی بر تخطی ها و تخلفات مشخصی بوده که اول از طرف تکت ها به آدرس ما انجام شده و بعد از او به آدرس خود کمیسیون مستقل انتخابات است که در بحث 500 دیوایس که برای ما وعده هم کرده بودند، ما 87 دیوایس را از همین تعداد ما بررسی کردیم که متاسفانه از همون 500 دیوایسی که خود کمیسیون مستقل انتخابات گفته بود که گویا این تعداد مانده و باید وارد سیستم شود، اما وقتی که ما بررسی کردیم در همین یکی دو روز اخیر از 87 موردی که مشخص ما بررسی کردیم، یکی از اونا وارد سیستم مرکزی نشده، که با توجه به این مسئله سقف آرای تکت دولت ساز با توجه به اعلام اولیه که 50.64 هست، چیزی در حدود
شاید 52 53 تا 54 درصد آرای کل افغانستان را به خودش اختصاص بده. مشخصا ویلی شی چې درایو څومره شمیر کېدل شي د فیصدی د تاسو وایي چې زموږ لیدونکو پوه شي چې د دولت ساز ټیم څومره رایو د څومره رایو ادعا لري. بحث ادعا از ما نیست، بحثی است که ما مبتنی بر حقایق و شواهد و ناظرینی که در مراکز مختلف چه در روز انتخابات داشتیم و چه پس از انتخابات که ناظرین ما در کمیسیون مستقل انتخابات وقتی که آرا را بررسی میکردن متناسب با همو یوزری که همه کاندیداها به شکل مساویانه او را دارن، ما هم وقتی که بررسی کردیم با توجه به نکات اولیه که ناظرین برای ما اطلاع رسانی کرده بود، متاسفانه برخی از تخطی های مشخصی را که من پیشترم خدمت شما عرض کردم، اما مواردی که برای ما بسیار جالب هست در این اواخر در دو روز اخیر که ما بررسی کردیم و کمیته حقوقی ما به این نتایج رسیدن، بیشتر آرای ما در حقیقت و تعبیر و تفسیر جناب آقای داوودزی صاحبم که در یک مصاحبه خودشان در یکی از رسانه‌ها گفتن از هر طرفش در حال قیچی شدن هست. ما ایرا به شدت و قاطعیت دنبال خواهیم کرد و خواهان از این هستیم که کوچکترین رأی و به عبارتی اگر این گونه بگویم یک رأی که یک هموطن ما داده باشه از او دفاع خواهیم کرد و قاطعانه در صدد بررسی و تفتیش آرا به شکل دقیق خواهیم بود. مننه کازمی صاحب، بیرته تاسو ته راګرځم استودیو ته راګرځو. ابراهیم صاحب، ستاسو ټیم څومره شکایتونه تر دې دمه ثبت کړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی خدای په نامه زه خپل سلامونه او نیکی هیله تاسو ته، ښاغلي کازمی صاحب ته، استاسو لیدونکو ته او راسره ناست په استودیو کې میلمه ته وړاندې کوم. وعلیکم السلام. موږ شکایتونه راځي د صاحب د شکایت له تخنیکي او حقوقي سکیج نه باید ونه باسو، دا باید حقوقي او تخنیکي کو په حجم د شکایت باندې موږ فکر کوو چې ذهنیت عامه ذهنیت باید مخشوش نکو او څنګه چې کازمی صاحب ثبات و پالنې باندې نیوکه وکړه چې څلور زره دي، دوی څنګه 3200 شکایت درج کړي؟ تر پرونه دوی د کمیسیون له کار نه یوه ټیم چې راځي و دوی وه، او ده یو ټایم کالکولیټ کړه. زه به درته وایم چې دا د افغانستان ټایم فرق کوي. لږ یو سړی په یو ورځ کې وایي ما سل کره تاوداس وکړه، تا په کوم ټایم باندې ما سبق وایي؟ هغه ټایم کې چې هغه سړی وکولی شو چې په یو ورځ کې سل کره تاوداس وکړه، مونځ وکړه، هغه ټایم که په شکایتو درج واخلي اوس هم کم شکایتونه درج شوي. یو مسله د تخنیکي او حقوقي له اړخ نه زه غواړم چې درې ټکو ته اشاره وکړم. زموږ شکایتونه په درې کټګوري کې دي: تخطیانې دي، تخلفونه دي، او انتخاباتي جرایم دي. چې دا که داسې محلوار لاړ سو یا کوډوار لاړ سو، لکه دوی چې یاد کړي چې محلوار باید لاړ نه سو، موږ په دې درې کټګوریو کې همدغه اوس زه تاسو سره غږېږم، په دې ساعت زموږ شل شکایت د جرایم د انتخاباتي چې جرم ترسره سوی او دا د پلټنې وړ ده. که چېرې دا پلټنه وسي، ذاتي تخطي او تخلف هسې یعنی د شمار په لحاظ تاسو فقط شل شکایت دا شل شکایت جزئیاتو باندې که درته لاړ سم دا شل شکایت 500 ته رسېږي. جزئیات نه، جزئیات باندې باید ونغږېږي. یو چېرته قانون نقص سوی، دا قانون نه دی. جاپانیان یو ډېر مشهور متل ده چې آل نال ولوید د نال له وجې نه آس ولوید، د آس له وجې نه یو سورلی یا یو عسکر ولوید، د عسکر له وجې لیدو له وجې نه یو لښکر شکست وخور، د لښکر شکست له وجې نه یو امپراتوري ماته سوه. دغسې یوه کیسه ده. موږ به جزئیاتو ته نه ځو. د موږ شکایتونه په مجموع کې 1500 شکایتو ته رسېږي که په جزئیاتو ته لاړ سو. او په دغه درې برخو کې چې ما تاسو ته ورته تخطي ده، تخلف ده، او انتخاباتي جرم ده. ډېر جدي کړه ته ووایه پاندې شلو کې چې تاسو وایئ. بله، موږ ویره همدا اوس تاسو ته د درملوک د کمپنۍ ته اساس د بازی د درملوک کمپنۍ ده، صحیح بایومټریک باید اوسیږي. اوس تاسو راځم دغه مطلق حل د درملوک کوم سقف تعین کړای دی د څلیری زره یو سلو شپږه اته شپېته محلونه ده. متاسفانه دغه کومه رای چې استعمال شوې دا رای یو سوزر دیارلس محله اضافه دي، یعنې څلیری زره دوه سوه او یو اتیا محله دي. څه دا خپله خلاف د قانون ده او دا سازمان یافته تقلب دې ته ویل کېږي. که راسو هغه درې سوه محله کوم چې دستګاه یې ورکې وي، چې په اصطلاح دستګاه یې ماتې وي، چپونه یې ورک و، تقریبا دېر زره رای له هغه جملې نه هم د سقف ته راغلي. سره له دې چې موږ هغه یو بل چې خلاف د قانون اساسي او یو مصوبه تصویب کړې او کمیسیون د انتخاباتو چې لوینه تر 15 رایه که فلکسیبلیټي یا کوم چالش وسي تفاوت وي دوی دا نشمیري، هغه هم
پدی کی راضی چې ولی حق څوک حق نه لري خلاف قانون اساسي طرز عمل تصویب کا څوک حق لري خلاف دی څه پدې کې زیات راي بل دا څه چې مرای د چا کوم کاندید کمیسی کوم کاندید ته ورغلی په خپل غي وزر کې هغه هم مرغوند روخانه ده تقریبا یو د بلس محل نشته سوچ اضافه شمار شوې دي اصلا شتنه دا اصلا ستنه دا بایومتریک رای چاته رای معمولا دغه نومان ته ورغلی چاته خغلی اشرف منی ته ورغلی یو سل دیار لاس محل ده ته ویب سایت دا ځکه ضرورت تاسو کې ټاکره ویب سایت وګورئ او د درملو ویب سایت وګورئ دا سل دیار لاس محل ده ته مرغوند روخانه دي بله مسئله چې یو چیرته دغه رای مطلقا څلیری زره او څلور سوه او درې دېرش رایې په همدې خوښه کې دي چې اتیا فیصدي نه نه رایې دي په مجموع کې رایې دي چې له هغه ځای کې چې محل اصلا ریزرچ په صندوق کې رایې نشته خلاف بایومتریک معلومات نه لري همدغه رایې دي همدا چې تاسو ته درته بایومتریک معلومات نه لري دا اصول دیارلس محله بایومتریک معلومات نه لري په دې کې اتیا فیصدي د ولسمشر غني دي او دلته یوه زره رایې کوي چې د سقف تغییر کاز جمعیون راکته پنځو جمعیون راکته خو هغه ته تاسو د کازمی صاحب څرګندون وره د چدی په خپلم 1500 ډیوایسونو معلومات کړو غوړې دا 1500 ډیوایسونو غوړې مشکل دا ده چې کمیسون د انتخاباتو نتیجه نه اعلان کړي کمیسون د شکایت انتخاباتو متاسفانه یو کاذب یو خیالي ارقام وړاندې کړي په نام د نتیجې نتیجه هغه د خلکو رائے کار کړي احمد محمود کلبی حسین هر څه کار کړي صحیح اما دوی یو خیالي ارقام چې دوی خپل کنټرول نه موتلي مثلا موږ څو موارد د لوټر وو سپورم کمیسون د انتخاباتو تاسو ته دا جواب نشي درکولای چې دغه شماره سریال دغه سریال نمبر ډیوایس دغه مرکز ته تللی دغه مرکز دغه کوډ لري دغه کوډ دغه مرکز ته 2000 مثلا رای پانی تللی دغه سریال تر دغه سریال دوی خو په کوم شمو له کمیسون سره باسو کوو دا ټول معلومات په سایت کې شته هر دوی وايي دا 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 یو کتاس سایت من هیزه ژورنالیست لار سایت داسې برخورد مته کوم سایت سایت لیدل دا اغل ته د هر ولایت رای د هر ولایت وګوره وګوره یو خدای دې ولایت کې مثلا یو خیالي ارقام سره راټول کړئ یو چې کله تاسو ټریکینګ سیستم وايي په ټاکره کې تاسو با ټریکینګ سیستم داسې اوسې کې چې مال لاره سي مرکز ته مرکز نه راسي ولسوالۍ ته ولسوالۍ نه راسي ولایت ته ولسوالۍ نه ولایت په سطح باندې راسي مرکز ته دا به یو بل سره رابط ولري دا میکانیزم دي سره است ابراهیم راګر زم تاسو ته فقیر زاده سب تاسو ټاکنیز ډله چې د نوماندانو د شورا غړي ته بلري تاسو وینا څه ده شکایت کمیسون ته نوبت ورسېدل ده واغه شکایتونه ثبتوي او دا درې ورځې هم په ټول شکایت ثبت شي شکایت مو ثبت کړي بسم الله الرحمن الرحیم سلام خدمت شما خدمت جناب رئیس بالا همچنان کازم صاحب محترم خب ببینیم که متاسفانه ما انتخابات را طرف اشتباه گرفتیم در افغانستان انتخابات 2019 به کلی و بیراه کشانده شد انتخابات به عنوان یک از مؤلفه ها و ابزارات و میکانیزم های اساسی که منازعه قدرت را مدیریت میکنه در افغانستان متاسفانه شاهد هستیم که پاسخگو واقع نشد انتخابات 2019 با تمامی چالش ها و مشکلاتی که گذشت حداقل نسبتا مردم آمدن به پای صندوق های رای استفاده کردن رای استفاده کردن اما ما برعکس چیزی که مردم توقع می رفت مردم استفاده کرده بود یا حداقل اراده ملی دو باید تمثیل می شد نشد در روز انتخابات و بعد از انتخابات تا سه ماهی که بالاخره به طور انجامید تقلبات و تخطی ها و تمامی جرایم انتخاباتی که او را متاسفانه به شکل سیستماتیک و نفع تیم های مشخص مورد استفاده قرار گرفت حالا می بینیم که بر اساس اونمو آرا مشروعیت بخشیده شده و اونمو آرا است که تعیین تکلیف سرنوشت یک ملت را میکنه و شکایت اوس مشخصا که په شکایت راته وای چې شکایت مو ثبت کړی دی په څومره شمیر کې مو شکایت ثبت کړی من خدمت شما عرض کنم که تیم وفاق ملی که در بستر یا حداقل در پیرامون شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری فعالیت میکنه یا حداقل عضویت شده داره ما در قبل از اینکه نتایج اعلام شوه ما از کمیشنرهایی که واقعا از اراده مردم سوء استفاده کردن سلب صلاحیت کردیم یعنی در واقع از آن نتیجه ای که مبرامد از برایند کمیسیون نامستقل انتخابات ما به اعتبار خوانده بودیم حالا که شاهد هستیم که
چی فجایی هم ایجاد شد یا دقل به وقوع پیوست که نباید به وقوع پیوست میپیوست. کمیسیونی ما دل ببندیم بریم به سم به کمیسیون سهم شکایت یک آرمان واهی است که متاسفانه نمیتونه قناعت بخش، یعنی دست بالمون چی تصویت شکایت نده ثبت کرده نه ورغلی شکایت که شکایتی که ثبت شد در روز انتخابات و بعد از انتخابات ما شکایت ثبت کردیم، مستخطی ها و تقلبات سیستماتیک سندوار شکایت ثبت شد، متاسفانه رسیدگی نشد. کمیسیونی که از این فیلتر آرایی که از این فیلتر گذشت و مشروعیت بخشیده شد و به کمیسیون سهم شکایت سپرده شده، چی لازم است که شکایت ثبت بکنیم که به او رسیدگی هم صورت نمیگیره؟ تاسو جدی مسئله ساده یعنی یو خموله چې تاسو په کمیسیونونو باندې باور نه لرئ، په انتخاباتو کمیسیون باندې مو باور له لاسه ورکړی، اوس شکایت کمیسیون چې یو نیمه قضایي ارګان دی او هغوی باید دغو مسایلو ته چې تاسو لرئ رسیدگی وکړي، په هغې باندې مون باور نشته. خب ببینین متاسفانه ما خدمت شما عرض کردم که قبلا در روز انتخابات بعد از انتخابات در این جریان 3 ماهی که گذشت تخطی ها و تقلبات عظیمی در این وهله زمانی صورت گرفت که به کمیسیون سهم شکایت رسیده حداقل سند ارائه شده، شکایت ثبت شده که متاسفانه به این شکایت ها رسیدگی صورت نگرفته. حالا از لحاظ تکنیکی آقای ابرانزاده صحبت کردن که چه مشکلات وجود داره، حالا اگر به این شکایت هم رسیدگی صورت بگیره مطمئنن که حق به حقدار رسیده میشه، مطمئنن که اراده ملی اراده واقعی ملی تمثیل میشه. ما باورمند به این هستیم که کمیسیون انتخابات یک بحران را ایجاد کرده که کمیسیون سهم شکایت قادر و توانایی مهار بحران را نمیتونه داشته باشه. این استاسو خبرو میده سی اخستن اوکر چی شکایت کمیسیون تمام خپل شکایت نه ده ورکړی او بل لاره بل رینو، زکه چی ستاسو کاندید انتخاباتو کې برخه واخیسته رای اخیستی دی او بالاخره په د انتخاباتو په نتیجه باندې هم باور نه لري یا په هغې باندې قانع نه دی. یک چیزی که من همینجا میخوام خدمت شما عرض بکنم، نه تنهایی که ما باور و اعتماد خود را از کمیسیون انتخابات یا حداقل مو کمیشنرهایی که از اراده مردم سوء استفاده کردن سلب کردیم، ما شاهد هستیم که در ارائه یا حداقل اعلام آرای یا ارقام خیالی چی یک آغاز شخصیت کشی در حکومت بعدی را اینا آغاز کردن. مثلا تیم وفاق ملی حداقل به رهبری احمد ولی مسعود است، ما میبینیم که 3400 و چند رای اعلان کردن. شما تصور بکنید که یک شخصی که هیچ کمپین هم نکرده باشه در حد یک ولایت میتونه قدر رای داشته باشه. الان که ریزل شیت هایی که توسط امی کمیسیون برای ما فرستاده شده بود، حداقل از محلاتی که برای ما رسیده شده بود، بیش از 100,000 رای داشته. رگرزم بیم تاستر رگرزم فقیر زده سب کازمی سب کم اخیستن چی مارا دی باس نوکده تروس پوری لاتو زرو دیر شکایتون تلیلی دی شکایتو کمیسیون تا چی استاسو شکایتم استاسو دوائنا پاساز دری زر دو سوا شکایتون دی تر چلور زرو دیر دی سبات هم پالنی تا کنیزی دلی شکایتون دی ابرامزی سب ویلی چی 500 پوری شکایت سبت شوی دی و دا خاقل حکمتیار دلیم تر درو زرو دیر شکایتون سبت کردی چی دا طول شمار نگدی لزو زرو ترسیگی. نو ډیره برخه چې ما ولیدل دولت ساز ټیم باندې شکایتونه ثبت شوي دي او په انتخاباتو کمیسیون کې لاسوهنه او ابرامزي صاحب خبر داسې واورېدی چې اصول دیارلس محلونو رایې چې اصلا خیالي محلونه دي تاسو ته حساب شوي دي، ځواب مو څه دی؟ چیزی را که ما در پاسخ به صحبت های آقای ابراهیم ضعیف صاحب دارم فقط یک نکته اول من میخوایم اضافه بکنم. اونا گویا عدد و ارقامی را که من ارائه کردم و بر اساس زمانبندی گفتم، اگر در هر دقیقه حتی یک شکایت هم درد شده باشه و ثبت شده باشه 480 میشه و اونا به عبارتی به این به یک دیده تردید نگریستن. حالا چیزی را که من در تایید صحبت خودم میخوایم داشته باشم که جناب ابراهیم ضعیف صاحب هم در بحث حضور دارن، همین لحظه که ما قبل از اینکه با مصاحبه با شما حاضر شوم، تیم تکنیکی ما چیزی در حدود 150 نفر همین لحظه در حال کار هستند و تمام شکایت هایی را که در طول روزهای گذشته و پس از انتخابات و پس از روز 6 میزان ما درج کردیم، عدد و ارقامی که خدمت شما ارائه کردم 3200 محل هست، 3200 شکایتی که ما درج کردیم به عناوین مختلف، یعنی در مجموع شکایت هایی که ما درج کردیم 3200 محل که انقریب تعداد دیگه هم کوشش میکنیم که در حال بررسی است که اونا هم اضافه شود. نکته ای که
خیلی مهم هست در رابطه با سقف آرا هم اجازه بدین من نکاتی را خدمت شما عرض بکنم مبنی. چون متاسفانه برخی از تکت ها برخی از تیم ها در صدد پایین نشان دادن سقف آرای بایومتریک شده هستند. شما مطمئنا در جریان هستین و تمام تکت ها در جریان هستند. سقف آرایی که در روز اول شرکت دارمالوک در نامه 27 اکتبر به همه تکت ها و به خصوص به کمیسیون مستقل انتخابات روان کرد 1,929,333 رای بود و 4 روز بعد در اول نوامبر 1 نوامبر نامه دیگه را که به تمام تکت ها روان کرد سقف آرای بایومتریک شده را 1,843,107 رای اعلان کردند. جالب اینجاست که حتی کمیسیون مستقل انتخابات هم در روزی که نتایج ابتدایی را اعلان میکرد، من پیشتر هم خدمت شما گفتم قیچی به دستشان بوده، تکت ها قیچی به دستشان بوده، کمیشنرها قیچی به دستشان بوده و سقف آرا را 1,842,401 رای نشان دادن. یعنی در حقیقت 18,706 رای تفاوت هست در سقف آرای بایومتریک شده که شرکت دارمالوک اعلان کرده و سقف آرایی را که کمیسیون مستقل انتخابات اعلان کرده. خدا مسئله خودتو واضح بکن قاضی میسه هستیم که کمیسیون مستقل انتخابات هم برای ما پاسخ بده به شمول 500 دیوایسی را که برای ما وعده سپرده بود. قاضی میسه یه موضوع جدی که مطرح شد دیتاش وارد سیستم شود. ابتدایی نتایج خیالی ارقام بلل کیگی، تاسو موافقید این موضوع سره؟ نه خیر، ما به این دلیل موافق نیستیم که خیالی هست. برخلاف آن چیزی که برخی از سخنگویان تیم ها مطرح میکنن، ما هنوز موافق به این هستیم که نه تنها خیالی نبوده که برخی از تکت ها برشان به عناوین مختلف حتی سهم داده شده. من بعید میدانم که خیلی از تیم ها حتی نزدیکترین افراد خودشان به اونا رأی نداده. این نشان دهنده باورمندی عمیق مردم هست و نگاهشان به تیم برنامه محور که تیم دولت ساز از روز اول برنامه خود را مطرح کرده، در مباحث مختلف برنامه خود را مطرح کرده. نکته دیگری که من میخوام اضافه بکنم، اجازه بدین که گویا تیم ثبات و همگرایی میگن که 4000 شکایت را درج کردن و ارسال کردن به کمیسیون شکایات انتخاباتی. ای کاش در طول 5 سال اختیار ریاست اجرایه را در اختیار داشتن و در زمام امور ریاست اجرایه را در اختیار داشتن، ای کاش 2 صفحه طرح نوشته میکردن به جای این همه سنگ اندازی در مسیر انتخابات و آرای پاک مردم. در بعض جنبندی که بیام تاسو تر رگرزو ابراهیم زیسه اوس شکایتو کمیسیون ته څومره تمه لري چې دغه شکایتونه په سمه توګه وڅېړي او د انتخاباتو په نتیجه باندې هم تاثیر ولري؟ ډېر لن لن کراته زه راځم تاسو پښته د تاسو پوښتنو ته جواب ورکړم. د کاظمي صاحب خبره ده، وخت چې څه شی دقیق نه وي هغه ته موږ خیالي وایو. صحیح ده چې په یو په شیدو کې اوبه ګډول دي، یو په اوبو کې شیدې ګډول دي، پوبو کې شیدې ګډول او شیدو کې اوبه ګډول. شکایت کمیسیون په تیرو تکتل ته متاسفانه بعضې کارونه کې پاتې راغلی، خو اوس زه په دې خاطر د کمیسیون د شکایتونه غواړم په دې یوه مرجع د قانوني او حقوقي چې اوس پاتې ده، چې لږ تمه ورته کېږي چې دا پروسه له بحران راوباسي، هغه دا ده چې همدغه د 14 لکه مار غوندې روښانه مسله ده. یوه مسله څومره تاثیر به ولري کمیسیون د شکایتو په همدغه 2-3 ورځو کې لنډو ورځو کې دا 2000 او 3000 دا خیالي ارقام دي، دا شکایت هم ارقام دي. مثلا اوس کاظمي صاحب ویل چې 3200 محله، یعنی زه بیخي مطمئن یم دا 3200 کې که دا هغه کې موردي بحث وکړي، یعنی کټګوري کې لاس کټګوري هم کېږي، ما واضح تکراري شکایت باید نه ونه اوسېږي، سرجمه شکایت اوس که وړي اوس که وړي تاثیر ډېر کوي که بیا شمېرنه اوسې دا نتیجه ډېره تفاوت کوي. ولې چې یو تر 5 پورې بیا شمېرنه ټول وړي، دا ټول ټیمونه فکر کوم بیا شمېرنه 3200 محلو باندې سره دا بیا شمېرنه دا ما ټول خبرې بیا شمېرنه شکایتو کمیسیون به بیا سره شمېرنه کوي. په دې خاطر چې کمیسیون د شکایتو د خلکو باور بیرته ترلاسه کړه، اول دغه 1,012 محله یو 300 محله بل څه چلی ریزره رای وی زره رای کیږي تقریبا وی زره رای بعد ام دغه اوس پیو اعلامیه بعد د مرګ غندرو خانه د سقف لاله کې یو مسله قانون د اساسي چا نقص کړی په غبا نه غاغو کا چې څړک دا چې بیا څو چې سیستم کې وخت درکومه ابراهیم زیسب اخر کې وخت درکومه فقیر زاده سه بلاره څه پاتې ده تاسو شکایت هم نه دي ثبت کړی او شکایتونو کمیشن باندې هم باور نه لري څه به دوی دغه شکایتو د څړلو لپاره موږ دلته باس کې خبره تر لزر شکایتو ته ورسوله. خب ببینن ما اول خدمت شما عرض کردم یک مسئله کمیسیون سهم شکایت کمیسیون انتخابات متاسفانه تمامی اعتبار و باور
انتخابات را از بین برده. کمیسیون سهم شکایت واقعا اگر میخواد که به دموکراسی باور داره حداقل به نحوی تلاش میکنه که اعتبار مردم از این روند باقی بمانه یا حداقل زدوده نشوه، به شکایتی که ثبت شده توسط هر تیمی که ثبت شده واقعا رسیدگی صورت بگیره، برای واقعی مردم افغانستان سرنوشت را تعیین کننده باشه. دوم، ما مسئله خدمت جناب کاظمی صاحب عرض میکنم، ما که میگیم ارقام خیالی، خب سند وجود داره، اسناد وجود داره، میگیم 300 هزار رای خیالی حداقل وارد دور شده، شما ارقام آرای خارج از دور محاسبه کردین، مشکوک به قرنطینه شده رو محاسبه کردین و 80 70 هزار آرای تکراری محاسبه کردین، این رای خیالی نیست، پس چی است؟ این نیست که تعیین کننده شده. پس متاسفانه تمامی تقلبی که صورت گرفت، تمامی دستکاری که در کمیسیون و در پشت پرده و پشت درهای بسته صورت گرفت، با رأی هایی که اضافه شد در این دور توانست رقم یا حداقل تعیین کنندگی یک سرنوشت باشه که متاسفانه 50 جمع یک را هم به سختی میتونه پورا بکنه. نه باز جمع یک چیز آخری خبر با آخر کلاتو که زکه وقت خلاص ده کاظمی صاحب کده شی ورسته خبره استاد پیشنهاد و خلوچی باس پیرا جنبندی دیر لند. من خیلی کوتاه میگم در رابطه با 102012 رای را که سخنگوی جناب مسعود صاحب عنوان کردن و 137000 رای، 137630 رای و 86000 که گویا تکرار هست در فیصله نامه 108 و 109 حداقل در رابطه با 102012 رای کاملا واضح صحبت شده، در رابطه با 137630 رای کاملا واضح صحبت شده و نیازی به تکرار از اون است. این رای ها رای های خیالی نیستند، در حقیقت یک مبنای نتیجه در بحث او کاظمی صاحب خیلی کوتاه میگم، یک مبنای حقوقی را پیدا بکنن در صورتی که ریزرو شیت وجود داره، ووتر لیست وجود داره، ژورنال وجود داره، بایومتریک دیوایس وجود داره، خود شخص وجود داره، استیکر خوردن، نام در محل ثبت شده، کجای این مرحله میتونه خیالی باشه؟ من از تمام تکت ها، از تمام سخنگویان محترمشان با کمال احترام خواهش میکنم که حقایق را زیر پا نکنن و به خاطر منافع شخصی خودشان پروسه بزرگ انتخابات را به چالش نکشن. دیدم مننه ابراهیم زاسه، فقط یه جمله وقت لرو. ز فکر کنم ز هم کاظمی صاحب تقدیر احترام لرم، ده استاد پانتون دل که باسواد سلای غند باید و غگیگو باسوادان غند یو دای تکله حقوقی مساله ادی قانون په انتخابات برخه کې وخت قید کرد. ده هر لارتو چی؟ ده هر لار فقط کمیسیون ده شکایاتو وس د اوس نیات په خاطر سي اعتبار برتر او ګرځي، هر څه سیستماتیک درغلي کړی هغه به له لسته حذف او عدلي ورغړي قضایي ورغړي. فکر زده سم ستاسو ورسته جمله ورو از اون جایی که کمیسیون اعتبار تمامی مؤلفه های دموکراسی را از بین برده، پس به خاطر تداوم و بقا و همچنان حفظ دموکراسی و اعتبار بخشی به این روند لازم است که حکومت مشارکت ملی با قاعده های وسیع صورت ایجاد شود که بتونه حداقل اعتبار دموکراسی، اعتبار مردم سالار باز دوباره احیا کنه. ډیره مننه کور مدن چرال په موضوع را سره باس وکاو لکازمی سره هم ډیره مننه چې موږ سره په اسکایپ کې تر اخره پات شو. باسم دومره تر بیا مو الله مل شه.